چالش دیگری که دولت علاوه بر ارائه خدمات عمومی با آن روبروست، وضعیت سیاسی عراق به عنوان کشوری در منطقه و در همسایگی کشورهای عربی است. چرا که عراق در دولت قبل در ائتلافهایی با عربستان سعودی و آمریکا وارد شد و این مسئله به سود عراق نبود. در این حال آمریکا می‌خواهد که عراق در ذیل محوری قرار داشته باشد که رهبری آن به دست عربستان سعودی باشد و این یک چالش است و دولت جدید عراق بایستی از این محور خارج شود، چون ائتلاف‌های سیاسی عراق در خصوص حضور عراق در این گونه ائتلاف‌ها سکوت نخواهد کرد، زیرا ائتلاف با کسانی است که کشتند، تخریب کردند و اکنون نیز همچنان به درگیری و جنگ ضد ایران و عراق دامن می‌زنند و آنها می‌خواهند در فرایند سیاسی عراق نفوذ کنند. محور سعودی آمریکایی می‌خواهد از خاک عراق برای ضربه زدن به ایران و مناطق نزدیک به عراق استفاده کند. منطلق للاضرار بإيران وللاضرار بالمناطق الأخرى المجاورة للعراق. ما راح يكون ناتو عربي. ناتوی عربی شکل نخواهد گرفت. کشورهای عرب منطقه ضعیف‌تر از آن هستند که چنین نیروی شکل دهند و دخالت نظامی کنند. این کشورها به خوبی می‌دانند که عربستان سعودی، اسرائیل و آمریکا وقتی از ناتوی عربی صحبت می‌کنند، هدفشان این است که این ناتوی عربی ایران را محاصره کند. آنها علناً از عراق هم خواستند که عضو این ناتو باشد، اما دولت عراق در ائتلاف ناتوی عربی عضو نخواهد شد و پارلمان اجازه نمی‌دهد، چرا که ما می‌دانیم که هدف آنها رویارویی با جمهوری اسلامی ایران است. ما اجازه نمی‌دهیم که عراق جزئی از طرح مقابله آمریکا و عربستان علیه ایران باشد.